بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به دومین اتحاد. اتحاد اول اتحاد مربع دو جمله ای رو یاد گرفتیم و تجزیه به کمک این اتحاد رو هم یاد گرفتیم. این اتحاد کاربرد خیلی زیادی توی جبر داره، بنابراین لازم و شایسته است که هم خود اتحاد رو خوب یاد گرفته باشیم، خیلی تمرین کرده باشیم و هم تجزیه به کمک این اتحاد رو. اتحادی که این جلسه میخواییم بگیم اتحاد مربع سه جمله ای هست. اتحاد مربع سه جمله ای. اتحاد مربع دو جمله ای رو یاد گرفتیم، حالا اتحاد مربع سه جمله ای، یعنی یه سه جمله ای رو به توان دو برسونیم. صورت کلی اتحاد مربع سه جمله ای رو میشه اینجوری نوشت: آ به علاوه ب به علاوه سه، این سه جمله حالا به توان دو میشن مربع سه جمله ای. حاصلش رو میخواییم حساب کنیم. اول راه حل رو میریم، میفهمیم، یاد میگیریم، بعد که فهمیدیم و یاد گرفتیم حفظ میکنیم که بتونیم در حل تمرینات استفاده کنیم و وقتمون دیگه گرفته نشه. آ به علاوه ب به علاوه سه به توان دو، یعنی آی به علاوه بی به علاوه سه، یه بار دیگه در خودش ضرب بشه، آی به علاوه بی به علاوه سه. خب این ضرب انجام میدیم، بلدین انجام بدیم. آ ضرب در آ میشود آ به توان دو، آ ضرب در بی میشود آ به، چون همه مثبته دیگه من علامت رو نمیگم، آ در آ سه هم که میشه آ سه، پس آ ضرب شد، بی رو ضرب میکنیم، به زر در آ میشود به آ، اما به آ با آبه فرقی نمی کنه، من همون آبه رو میمیسم به علاوه آبه، باز به زر در به میشه به به توان دو، به علاوه به به توان دو، به علاوه باز به در سه میشود به سه، زر به بی هم انجام شد، سی رو زر میکنیم، این بی رو من در همه ضرب کردم، حالا سی رو هم این ضرب میکنیم، دیگه خط نمیکشم، نیازی نیست خط بکشیم، سه ضرب در آ میشود سه آ، سه آ با آ سه فرقی نمیکنه، پس میرسم به علاوه آ سه، به علاوه با سه رو در ب ضرب میکنیم میشه سه ب یا ب سه به قولی بی سی، و سی ضرب در سی هم سی به توان دو. خیلی ضرب انجام داریم، نگاه کنید چند جمله شد، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه جمله شد، بار دیگه سه تا در سه تا شد نه جمله. اما میشه این عبارت رو ساده تر هم کرد، چون جمله های متشابهی داریم. آدو متشابهی نداره خود آدو، بیدو هم متشابهی نداره خود بیدو، و سیدو هم متشابهی نداره خودش، اما مثبت آبه با مثبت این آبه میشود مثبت دو آبه، و مثبت آسه با مثبت این آسه میشود مثبت دو آسه، به علاوه و مثبت بیسه ستا با این مثبت بیسه میشود مثبت دو بیسه. از این دیگه ساده تر نمیشه، شد آدو بلاوه بدو بلاوه ستا بلاوه دو برابر آبه بلاوه دو برابر آسه بلاوه دو برابر بسه. خب حالا که این راه حل رو یاد گرفتید، من این راه حل رو پاک میکنم، جواب ساده شده شما نمیسم، پس یه بار دیگه جواب ساده شده شما اینجا میمیسم، شد شده بود آدو بلاوه بدو بلاوه سدو بلاوه دو آبه به علاوه دو آسه به علاوه دو بیسه. اینو حفظ کنیم، اما برای اینکه بتونیم حفظ کنیم به فارسی بیان میکنیم. خب پس دوباره این راه حل رو کلن من پاک کنم از نو و دوباره بمیسم جا، پس شد آی به علاوه بی به علاوه سه به توان دو برابر است با آدو به علاوه به دو به علاوه سه دو به علاوه دو آبه به علاوه دو آسه و به علاوه دو بسه. خیلی حفظ کردن این راحت،
اما به زبان فارسی هم بیان میکنیم که راحت تر بتونید حفظ کنید. ببینید صورت اتحاد آ به علاوه به علاوه سی. آ رو بگیم جمله اول، بی جمله دوم، سی جمله سوم. جمله اول، دوم، سوم به توان دوم. جوابش چی شد؟ شد مربع جمله اول به علاوه مربع جمله دوم به علاوه مربع جمله سوم. پس چکار میشه؟ جمله اول به توان دوم میرسه، جمله دوم هم به توان دوم میرسه، جمله سوم هم به توان دوم میرسه، اما تمام نمیشه. باز چی؟ دو برابر جمله اول در دوم. باز به علاوه دو برابر جمله اول در سوم و به علاوه دو برابر جمله دوم در سوم. بنویسم اینو. پس برابر است با مربع جمله اول به علاوه مربع جمله دوم به علاوه مربع جمله سوم باز به علاوه دو برابر جمله اول ضرب در جمله دوم باز به علاوه دو برابر جمله اول ضرب در سوم. مختصر بنویسم و بعد به علاوه دو برابر دوم ضرب در سوم. جمله دوم در سوم چون جا ندارم اینجا بنویسم، کلمه جمله رو ننوشتم. پس ببینید شامل 6 تا جمله شد. حفظ میکنیم دیگه، به راحتی هم حفظ میشه، خیلی راحت هم حفظ میشه. بنابراین از این به بعد شما اینجور عبارتی رو دیدید، یه سه جمله به توان دو دیدید، دیگه راه حل نمی‌نویسید، فقط از همین قانونی که یاد گرفتید استفاده می‌کنید. مثال x منهای دو y به علاوه c c ننویسم z ننویسم z به توان دو. سه جمله به توان دو، مربع سه جمله گفتیم، جمله اول به توان دو، مربع جمله اول، جمله اول ما ایکسه، به توان دو میشه ایکس به توان دو. جمله دوم منفی دو ایگرگه، به توان دو میشود مثبت چار ایگرگ دو. بعد جمله سوم به توان دو، جمله سوم زد میشه زد به توان دو. خب تمام نشده؟ ادامش دو برابر جمله اول در جمله دوم. دو برابر جمله اول در جمله دوم. جمله اول ایکسه، جمله دوم منفی دو ایگرگه، ضربشون میشه منفی، مثبت در منفی منفی. حالا ضرب خود این دوتا ایکس در دو ایگرگ میشود دو ایکس ایگرگ، حالا دو برابرش میشود چار ایکس ایگرگ. پس چار ایکس ایگرگ. بعدی دو برابر جمله اول در سوم، باز اولی در سومی، x در z هر دوتا مثبته، پس علامت مثبت. دو برابر اولی در سومی، اولی در سومی میشه xz، دو برابر میشه دو تا xz، دو xz. و باز دو برابر دومی در سومی، دو برابر اولی در دومی نمیشیم، دو برابر اولی در سومی را هم نوشیم، حالا دو برابر دومی در سومی که دومی منفیه، سومی مثبت، مثبت در منفی که میشه منفی. دو ایگرگ در زد میشه دو ایگرگ زد، دو برابرش میشه چار ایگرگ زد، چار ایگرگ زد. تمام شد. حاصل این سه جمله، این عبارت 6 جمله ای بود. امیدوارم یاد گرفته باشید. اینم یه اتحاد دیگه. اما خوشبختانه ما تجزیه رو به کمک این اتحاد نمیخواییم بگیم. یعنی اگر بخواییم یک 6 جمله ای رو تجزیه کنیم از اتحاد مربع 3 جمله ای باید استفاده کنیم. اما 6 جمله ها چون که خیلی طولانی و خیلی مشکل میشه گاهن و تجزیش خیلی سخت میشه، امسال از تجزیه 6 جمله ها صحبت نمی کنیم. ما هر اتحادی رو یاد میگیریم تجزیه چند جمله ای ها رو هم بکنه که اتحاد یاد میگیریم. اما تو این اتحاد استثنا هم دیگه در مورد تجزیه 6 جمله ای صحبت نمی کنم.
بنابراین اتحاد دومی رو هم یاد گرفتی. و یه مثال دیگه هم بزنم، آ منهای ب منهای سه، که این فکر کنم توی کتابتون باشه شبیه این، به همین خاطر میخوام مثال بزنم. خب میگیم جمله اول به توان دو، جمله دوم منفی ب میشه مثبت ب به توان دو، جمله سوم هم مثبت سه به توان دو. حالا اولی در دومی، دو برابر اولی در دومی، اولی مثبت دو منفی، مثبت در منفی منفی، آ ضرب آب، حالا دو برابرش دو آب، باز اولی در سومی مثبت در منفی که منفی، آ ضرب سه آ سه، دو برابرش میشه دو آ سه، و دومی در سومی منفی در منفی اینجا مثبت، ب ضرب سه ب سه، دو برابرش میشه دو ب سه. خیلی خوب، اینا اتحاد دوم، اتحاد مربع سه جمله‌ای. جلسه بعد درباره اتحاد دیگری صحبت خواهیم کرد.